خب دوباره عذرخواهی من و دوستای عزیز هنرجوهایی که توی در واقع یوتیوب کار منو دنبال میکنن، ممنونم ازتون که این وقفه که دوباره افتاد به خاطر سندروم دستام و گرفتاری کارهایی که داشتم بود، عذرخواهی میکنم ازتون. خیلی طول کشید، هر سری قول میدم ولی خب گرفتاری ها زیاد هستش، من هی مرتب نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، ولی باز به امید خدا هر ماه سعی میکنم یا دو هفته یه بار، نمیدونم واقعا بتونم یا نه، یه برنامه دوباره ضبط بکنم بفرستم. دوستان زیادی دیدن، دوستان زیادی واقعا علاقمند بودن و ابراز علاقه کردن و خیلی تشکر کردن. هیچ جای تشکری نیستش، من هیچ چش داشتی از هنرجوها هیچی ندارم، در واقع این کلاس های فری رو گذاشتم روی یوتیوب به امید اینکه این ساز و تکنیکاش اشاعه پیدا بکنه. یکی چند نفر از دوستان هم لطف کردن، فحش دادن، بعد اعتراض کردن یا ایراد گرفتن، اونا هم دستشون درد نکنه، خیلی ممنون. من سعی میکنم سازنده باشه حرفاشون، ولی من ناگفته نمونه که دو این برنامه میخوام حتما بگم که من مخالف تمام پانها هستم و توی موسیقی اصلا هیچ بحث سیاسی ما نداریم، هیچ اتفاق سیاسی نمیفته، زبان موسیقی هستش برای همه ملل ها، واسه همه قوم ها، همشون برای من عزیز هستن و هیچ مشکلی ندارم با هیچکی. یه سازه، به همین سادگی یه ساز دایره است. بعد من بلد هستم، خیلی هم زیاد بلد نیستم، به اندازه‌ای که بلد هستم میزنم فیلماشو. دوستایی که علاقمند هستن خب ببینن، استفاده بکنن، دوستایی که علاقمند نیستن خب نگاه نکنن، هیچ اجباری توش نیستش، ولی لطف کنن خب فوشم ندن، ممنون میشم ازشون که اچاف زشت و ناپسندی که غیر عرف در واقع اینترنتی یا یوتیوب یا هر چیز دیگه هستش، اجتماع هستش، یه مقدار خوددار باشن، اگر بعدشون میاد بلاک بکنن خب نبینن، هیچ لازمم نیستش، اصراری هم نیست ببینن برنامه رو، خیلی طولانی نمیکنن. آخرین سری یادتون باشه 6-8 من گذاشته بودم درساشو و قرار بود که بک شاپالاخ یعنی این ضربو آموزش بدم، با یا ما قدیما بهش میگفتیم گل زدم، یعنی گل کار، که بین رفت و برگشت یادتون باشه رفتمون مثلا میشد این، برگشتش میشد این، بینش یه چیزایی میزنیم که در واقع خیلی ریتم رو خوشایند میکنه. قرار بود اینا رو بگم. خب ببینید این ضربمون، ضرب عین همین ضربیه که توی دف میزنیم بکمونو. یادتون باشه اصلا این کارو نکنید، با انگشت اینجوری نزنید، حتما دست از ساعد یعنی از این قسمت تا این قسمت باید با این ضرب بیاد. خب این ضربه رو میزنیم، بعد ببینید مثلا اینجوری، مثلا ما اگر بخوایم لزگی بزنیم اینجوری میشه، تمرین بکنید همون با یک سه یک سه یا مثلا دو سه دو سه. شیشش هم معمولا بعضی موقع ها مثلا تو یک قسمتی دو میزان یا سه میزان معمولا واسه ارکستر اینا واسه ترکیب بندی این کار انجام میدن، مثلا میزنن از این برنامه ها. حالا درس بعدیمون که بین رفت و برگشت شیشش میزدیم این بود، مثلا ما میزدیم آرومتر میزنم، برگشتش
میزنم. یه دونه دیگه دوباره براش اضافه میکنیم. قسمت سومو بعدن درس میدم، فقط الان ترکیب بندی کردم، فقط اینو میزنیم. کردید که چه اتفاقی افتاد. خب اینم شد گل در واقع 6-8. امیدوارم که اینا رو دوباره تمرین بکنید. اگر سوالی هستش بگید. مشخص‌تر اگر میخواید دوباره من شماره گذاری بکنم، با شماره ها بگم که چیکار بکنید. نوتو برای چندمین باره که من توضیح میدم، دوستایی هستن که نیاز دارن نوت بگیم. یه مقدار نوشتم، یه مقدارش ننوشتم هنوز. دایره یا گاوال هنوز توی کشور ما به صورت نوت در نیومده. اگرم در اومده من خبر ندارم. اگر کسی خبر داره که اگر به نوت در اومده کتاباشو برای من بگه، من دانلودش بکنم یا پیداش بکنم. شماره گذاری کردم که خیلی ها حوصله نوتو ندارن، باید اون موقع نوتخانی و ما یه سری درساشو بدیم، بعد طولانی میشه. من خیلی مسیر سریعتری رو چیز کردم که این سازو یاد بگیرن دوستان. فرض شماره گذاری کردم با 1 2 3 سه تا ضرب که خیلی راحت تره حفظ کردنش، خیلی راحت تره. قطعا این با این ترکیب یا با این شیوه کار رو انجام دادم، دوباره با نوت اینا رو حتما باید چیز بکنم، ضبط بکنم بفرستم توی یوتیوبمون. بعد یا به صورت علمی بگیم که مثلا خب ترکیب بندی میکنیم، تمپوش چقدر هستش، ضربمون چقدر هستش، سیاهمون چی میشه، نقطه دار میشه، چی میشی چه نمیشه. بعد به خاطر همین قضیه فعلا با همین شماره گذاری ها که تمام دوستان یا افرادی هستن محسن علاقمند و خیلی برامون عزیز هستن که با این شیوه خیلی راه افتادن، تماس میگیرن با من یا پیغام میذارن. امیدوارم که اینم دوباره بتونه یکی از نیازهای شما، یک کوچولو از نیازهایی که شما داشتید و مشکلاتی که بود روی نواختن این ساز از بین برده باشه، کمک بکنه. و به امید حق همین ماه انشالله بتونم یه درس دومم چیز میکنم براتون بذارم. بس به درود، تا درودی دیگر و درس دیگر.